آخرین بازمانده از تیم رویایی جام جهانی 98 فرانسه هم بالاخره کفشاش را آویخت. در فوتبال بدون حساب و کتاب ایران مهدوی کیا یک استثنا بود. بازیکنی که از پله‌های ترقی یکی یکی بالا رفت و همیشه از او به عنوان یک بازیکن با اخلاق یاد شده. درخشش خیره کننده مهدوی کیا تندوتیز در رقابت‌های جوانان و امید در ترکیب بانک ملی باعث شد او خیلی زود قبل از 18 سالگی به پرسپولیس بره. سال 75 سال شکوفایی مهدوی کیا در فوتبال ایران بود. اعتقاد استانکو و محمد مایلی کهن به این بازیکن جوان در شکوفایی او نقش مهمی داشت. در سال 76 با زدن دو گل فراموش نشدنی مهدوی کیا خودش رو به یکی از ستونهای تیم ملی تبدیل کرد. جام جهانی 98 تبدیل به سکوی پرتاب مهدوی کیا به اروپا شد. گل تاریخی او به آمریکا باعث شد تا نامش بیشتر از قبل سر زبون‌ها بیفتد. مهدوی کیا بعد از نیم فصل حضور در بخون به هامبورگ رفت. 8 سال حضور موفق در هامبورگ باعث شد تا خیلی ها موشک رو بهترین لژیونر تاریخ فوتبال ایران بدونن. نمایش عالی او مقابل یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا رو باید یکی از بهترین روزهای کیا در اروپا دونست. مهدوی کیا به عنوان بهترین بازیکن هامبورگ و بهترین پاسور بوندسلیگا معرفی شد. بازگشتش به تیم ملی هم کاملا موفقیت‌آمیز بود. همین درخشش ها باعث شد تا مهدوی کیا به عنوان بهترین بازیکن آسیا در سال 2003 معرفی بشه. ستاره ایرانی در ادامه حضورش در هامبورگ یک چالش دیگر را هم پشت سر گذاشت. بعد از اینکه توماس دال مربی موقت هامبورگ او را به یک نیمکت نشین محض تبدیل کرد، او با پشتکاری مثال زدنی دوباره به پا خواست و به بهترین دفاع راست بوندسلیگا تبدیل شد. در سال 2007 دوران مهدوی کیا در هامبورگ به پایان رسید و او بعد از 8 سال بازی در این تیم راهی فرانکفورت شد. دوران مهدی در فرانکفورت خیلی موفقیت‌آمیز نبود و او بعد از 2.5 سال حضور در این تیم ترجیح داد به 11 سال حضورش در بوندسلیگا پایان بده و به ایران برگرده. موشک بعد از 1.5 سال حضور در استیلازین که سال آخرش اصلا خوشایند نبود، باز هم با چراغ قرمز سرمربی پرسپولیس روبرو شد و این بار سر از داماش داد و بعد از 6 ماه بالاخره به پیراهن تیم محبوبش رسید. پرسپولیس اصلا حال روز خوشی نداشت. با این حال برد در داربی بازگشت کیا به پرسپولیس رو براش شیرین کرد. مهدوی کیا اعلام کرد فصل 91-92 آخرین حضورش در میادین فوتبال خواهد بود. آرزوی همیشگی موشک خداحافظی با پیراهن پرسپولیس بود. با این حال فصل برای کاپیتان قرمزها به بدترین شکل ممکن شروع شد. به نظر می رسید مانوئل ژوزه اعتقادی به کیا نداره و او در بازی‌های ابتدایی فصل فقط یک تماشاگر بود. با این حال مهدوی کیا تسلیم نشد. او به دنبال یک فرصت می‌گشت و از داربی به بعد خودش رو به ترکیب پرسپولیس تحمیل کرد. درخشش او در ادامه فصل خیره کننده بود. در پرسپولیس بحران زده او بهترین بازیکن بود. پرسپولیس بدون گل‌ها و پاس گل‌های ستاره سابق هامبورگ در پایان نیم فصل در رده پایین‌تر از 13 به کارش پایان می‌داد. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، به بالای دروازه پای میخوره و توی دروازه بازم مهدوی کیا به کمک پرسپولیس میاد. پرسپولیس 1-2. خیلی زود ورق برای کیا برگشت. در این فصل دوم یک مصدومیت او را از ترکیب پرسپولیس دور کرد و غیر از داربی در هیچ دیداری اثری از این بازیکن در ترکیب اصلی دیده نشد. به زودی معلوم شد همتیمی سابق مهدی اعتقادی به اون نداره. نیمکت نشینی ها و سکو نشینی ها ادامه پیدا کرد تا اینکه مهدوی کیا هم مثل کریم باقری راهی به غیر از خداحافظی رو پیش روی خودش ندید. در 24 اسفند امسال یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران که خیلی ها او رو موفق ترین لژیونر تاریخ فوتبال هم میدونن اعلام بازنشستگی کرد. آخرین فرار موشک فرار از نامهربانی. شد مهدی مهدوی کیا تصمیم گرفت که از فوتبال بره، خودش تصمیم گرفت یا یعنی شرایط اینجوری ایجاد؟ خیلی برام سخت بود چون من نیم فصل اول سعی کردم که خودم در شرایطی قرار بدم که با یه خاطره خوب و با یه بازیای خوب در فصل آخر فوتبالیم از فوتبال خداحافظی کنم، ولی این شرایط پیش نیامد و این شرایط به گونه‌ای شد که من نیمکت نشین شدم. با توجه به اینکه خب حالا شاید من خیلی این ناراحتیمو بروز نمیدادم، ولی خب در درون خودم بود و این شما میدونید وقتی یه نفر عصبی میشه یعنی داره فشار روی روانی داره، خب آدم ها مختلفن، یکی قلبش درد میگیره، یکی معده‌اش درد میگیره. ما تو تیم ملی که بازیکنامون بود، حالا جای یاد کنم ازش، رضا نتی همیشه معده‌اش درد میگیره
منم متاسفانه نمیدونم حالا بعد از این عملی که داشتم یه ضعفی روی بدنم، همیشه کمر درد به سراغم میاد چون مستقیما با سیستم اعصاب من در ارتباط هست. اینی که من به شدت یه مسئولیتی پیدا کردم و دو هفته در خدمت تیم پرسپولیس نبودم و بعد از اون برگشتم بعد دو هفته، چون مسئولیت من معمولا دو هفته طول میکشه. جام جهانی هم این تجربه داشتم، نهایت دو هفته است. اومدم تو تمرینات، بازی با زوبان بودم روی نیمکت و فکر میکنم که یکی از بازی‌ها بود که من شاید تو زندگی من خوشحال نشدم وقتی محمد نوری گل زد. آره خوشحالت هم بود پریدی؟ من از روی تابلو تبلیغات نمیدونم چجوری پریده بودم، ولی بعد از اینکه برگشتیم مربی بدنساز اومد گفت چیکار کردی، گفتم نفهمیدم، پریدم اون و بعد از پایان 90 دقیقه بچه‌ها رو ترخوش می‌کردم وسط زمین. یعنی واقعا خوشحال بودم چون تمام فشارهای تیم پرسپولیس با قهرمانی در حسابی هم فکر می‌کنم حل میشه. خیلی خوشحال بودم از این مسئله. بازی هم نکردم، بازی رو راهن هم فکر می‌کنم که 45 دقیقه پشت دروازه گرم کردم و بازی نکردم. و حالا داستان از اونجا شروع شد که روز پنجشنبه قبل از بازی با مس کرمان من طبق عادت همیشگیم ساکمو جمع کردم، ساک اردوم و سلام جمع کردم تو ماشینم گذاشتم و رفتم سمت تمرین. نزدیکای ورزشگاه درفشیفر بودم که ادمون بزیک به من زنگ زد. ادمون به من زنگ زد و دیدم هی یه چیزی میخواد بگه. اون آخه خودش کم حرف اصلا حرف نمیزنه. بعد به من گفت که به من گفتم که بهت اطلاع بدم که جزو لیست 18 نفره تیم نیستی و شب بیا هتل بشینیم صحبت کنیم. و خب من نزدیک زمین تمرین بودم. گفتم که من یه دقیقه دیگه تو ورزشگاه هم سر تمرینم، خب اگه صحبتی هست ما هم سر تمرین میکنیم، چرا من دیگه بیام شب هتل؟ شاید من نتونم شب هتل بیام. حالا رفتم سر تمرین و بعد دیگه رفتیم که با یحیی تو اتاق صحبت کنیم، تو اتاقم صحبت کنیم و حالا یه گپ دوستانه‌ای با هم زدیم. حالا تو شروعی که من وارد اتاق شدم، خب یحیی خودش خیلی ناراحت بود از اینکه من خیلی اذیت شدم تو این چند ماه گذشته، ولی هیچ ناراحتی از خودم بروز ندادم. خودش از این مسئله خیلی ناراحت بود و عنوان کرد که ما حالا کادر فنی تیم و من به این نتیجه رسیدیم که شما نظر فنی و از نظر بدنی نمیتونی به تیم کمک کنی و من دوست دارم که دو عنوان یه دوست با عنوان رفیق تا الان کنارت ما بودی، با تمام سختی ها با تمام مسائل کنار ما بودی، در یه بعد دیگه به تیم کمک کنی، در کنار من باشی و از نظر روحی روانیتون شما هفته آخر لیگ هستیم و مسابقات حسابی حساسی پیش رو داریم، از نظر اینکه بزرگتر بالا سر تیم هست تیم رو جمع جور کنی، اون اعتقاد بچه ها در آخر لیگ، یعنی از نظر بود بحث روحی روانی. و من خب عادت دارم قبل از که تصمیم گیرم یه مقدار باید فکر کنم دیگه. من اول که حالا اصلا صحبتی در این زمینه نکردم چون نظر فنی من بحثی نداشتم بکنم، چون وقتی من با مثلا مربی بزرگی مثل استیونز هلندی که قهرمان جام یوفا بوده یا تاب مولر یا خود پاگر زوفدال با اینا به خودشون اجازه ندارم با من بحث فنی بکنم، من نظر فنی اصلا بحثی نداشتم بکنم. از نظر بدنی هم خب یه نگاه به خودم کردم، گفتم که خدا نکرده من رباط صلیبی پاره کردم، یه تفشمایی نبودم یا قراره یه تفشمایی نتونم فوتبال بازی کنم و اینکه دارم تمرین میکنم مشکل خاصی ندارم. حالا ولی از اونجایی که من همیشه به مربی تیم احترام گذاشتم، به سر مربی تیم و توی که مسابقه هم گفتم، حالا این یه اصطلاح که اگر یه چوبم به عنوان مربی باشه من ازش اطاعت میکنم، اگر یا که الان جزء سایی که تو فوتبال بوده، اگر یه آدم غیر فوتبالی هم به عنوان مربی تیم بود حتا من به تصمیمش احترام می‌ذاشتم. و من حس کردم که سه راه وجود داره، حتی یه راه ایدئال دیگه هم وجود داشت که حالا من بعدا داخل صحبتام میگم. سه راه وجود داشت، یعنی که من خب بلند شدم، حالا دوست قدیمی من بوده، ما با هم هم اتاقم بودیم، خیلی خاطرات خوبی هم با هم داشتیم، پرخاشگری می‌کردم، از اتاق می‌اومدم بیرون، داد و بیداد رو می‌انداختم، می‌رفتم وسایلم جمع می‌کردم، من کاری که بقیه بازیکن‌ها می‌کنن. حالا چیزی که ازم در شخصیت من و این چیزی که من تو این چند سال فوتبال بازی کردم اصلا نبوده، یعنی که من اگه بخوام یه همچین برخوردی بکنم، اولین چیزی که واقعا برخورد می‌کنه خانواده خود منه، چون من در یه خانواده بزرگ شدم که پدرم یادم یه بار یه چیز ازش به ناحق شکایت کرده بود، کشیده بود دادسرا و خیلی مسائل و خیلی اذیتش کرده بود، پیرمرد 70 خورده‌ای سالا، و
من خیلی از این مسئله ناراحت بودم. بعد هفته بعد من رفتم پیش پدر مادرم، دیدم طرف اونجاست و اومدم مهمونی، پدر مادر من داره میوه میاره، شیرینی میبره، پدر من میگه میخنده، اصلا خیلی برام جای تعجب بود. بعد در آخر سرم یه گوسفندم قربونی کرد داد مثلا به طرف ببره. یعنی من وقتی توی همچین خانواده بزرگ شدم هیچ وقت جواب بدی رو با بدی نداده، من قطعا نمیتونم چیکار بکنم. و میرفتم جلوی درفشیفرم که همیشه در 15 خبرنگار از دور میرم راست میرفتم اونجا، خلاصه معذور نمایی میکردم، داد و بیداد میکردم و وسایلم جمع میکردم و تیمو به هم میریختم روز شب قبل بازی و و میرفتم. این یه راه بود که من اصلا به این راه فکر نکردم. راه دوم این بود که خب من میگفتم من با باشگاه پرسپولیس قرارداد دارم، اصلا به من ربطی نداره. البته اینم یه بلوفه، چون اصلا با باشگاه پرسپولیس قرارداد ندارم، قرارداد امضا نکردم. اصلا قرارداد امضا نکردی؟ من تا الان یک برگه قرارداد میتونه از مسئول من بپرسید. چقدر بهت پول دادم؟ بعد بگم اینجا. حالا حالا چون فکر کنم کم دادم ها نسبت به بقیه، میخوام یه مقایسه انجام بشه. من تا الان برای این فصل 200 میلیون دادم پول از باشگاه پرسپولیس گرفتم. 200 میلیون چقدر؟ از هیچ معلوم نیست چقدر. از معلوم نیست. یعنی مرامی 200 میلیون رو بهتون دادن دیگه. من هیچ قراردادی با پرسپولیس امضا نکردم. بله. کسی هست تو تیم 1 میلیارد گرفته باشه؟ اینو من اطلاع ندارم، ولی باز جزء اون محدود صحبتایی که من کردم و شعار ندادم. من با باشگاه پرسپولیس قرارداد سفید امضا کردم، حتی با باشگاه داماش من قرارداد سفید امضا کردم. آقا بدین میتونه بیاد شهادت بده. و میگفتم من قرارداد دارم با باشگاه و اصلا به من ربطی نداره، من میرم تمرینام میکنم، شما هر کاری میخواد بکنید بکنید، اصلا به من ربطی نداره. و تیمو توی حالتی نگه می‌داشتم که خب بالاخره خبرنگارا میومدن از من سوال میکردن آقا چرا نیستی جزو لیست. هر هفته این داستان بود تا آخر لیگ، چون بالاخره کادر فنی اعتقاد داشت که من نمیتونم داخل لیگ کمک کنم. هر هفته مربی زیر فشار بود، بعد به خبرنگارا پاسخ میداد. خب اینا که اگر باختی بود باز فشار بود. و این دومین راه بود. راه سوم بود که من در کمال آرامش تصمیمی بگیرم که هم به نفع خودم باشه هم به نفع تیم باشه. و همین که واقعا طرفدار تیم پرسپولیس به این برسن که من واقعا اگر در تیم پرسپولیس بازی کردم با تمام توانم با تمام. اما راه سوم رو با دلخوری انجام دادی دیگه. من راه سوم انتخاب کردم و اینکه یعنی دلچرکینی دیگه. گفتم به یحیی، گفتم که من از فوتبال خداحافظی می‌کنم، همین امروز اعلام می‌کنم، چون من اینقدر راحت به فوتبال اومدم، اینقدر راحت هم از فوتبال میرم. شاید خیلی باور نمی‌کردن که من قرار امسال خداحافظی کنم. من هر موقع صحبت می‌شد با خبرنگار از من می‌پرسیدن واقعا می‌خوای خداحافظی کنی امسال؟ می‌گفتم بابا من اگه حرف بزنم رو حرف هم هستم، همون که تیم ملی رو 32 سالگی گذاشتم کنار اینجا هم خیلی از من خورده گرفتن چرا شما اون جامی رو که به عنوان بازیکن سال آسیا گرفتی بردی تو موزه هامبورگ گذاشتی. و من همیشه میگم که من اینو گذاشتم اونجا که هر آلمانی میره، حالا نه در 10 20 سال آینده، چون این باشگاه قدمت بالای 100 سال داره، در سال‌های آینده میرن تو این موزه و می‌بینن یک ایرانی تو این تیم بازی می‌کرد. این برام ایران ادامه میدی یا مثل وحید هاشمی میخواد بری خارج؟ من قطعا به آلمان میرم، بعد برم مدارک مربیگریمو اونجا دنبال کنم و به سرزمینی هم میرم که مردمونش اگر دوست دارن، با تمام وجود دوست دارن، حتی اگر به عنوان رقیب جلوشون وایساده باشی بازم تشویقت میکنن و اگر هم از شما بعدشون میاد خیلی روک راست به چشت نگاه میکنن و این مطلب عنوان میکنن. یعنی؟ یعنی اینکه من دوست دارم برگردم اونجا و کار مربیگریم از اونجا آغاز کنم. ولی به حال ایران هم هست دیگه، اینجا مردم دوست دارم به حال شما. من به مردم کشورم همیشه علاقه‌مند بودم و انجام دادم در اعمالی که انجام دادم همیشه از مردم هم حمایت کردم. حالا لازم نیست بگم کجا و چه جوری، ولی همیشه عاشق کشورم بودم، عاشق وطنم بودم. برای تیم ملی ایران واقعا با دل و جون بازی کردم، خاطرات خیلی خوبی دارم با تیم ملی ایران. خب من یکم زیادی چند بار احساساتی شدیم مهدی مهدوی که در طول این مسئله کردم بروش نیارم، اما خب مهدی عزیز شما خیلی دوست داشتنی هستی، نه این تردید وجود نداره. من همکاران پشت دوربین ما گرفته که استقبالی توشون هست، پرسپولیسی توشون هست، همه هستن، همه دوست دارم مهدی. و همین فریاد شادی که مهدی داره و بارها واسه مملکت ما افتخار آفریده، در عرصه دیگه به حال دیگه گیه نکنه های میده. ای بابا شب عیده آخه. من گریه نمی کنم، شاید خیلی خوشحالم از اینکه خب من نمیخوام اینجوری باید خداحافظی کنه. بذاری آیتم تماشاگران 3 دقیقه و 50 ثانیه، اصلا دوست دارم مهدی رو، مردم دوست دارم، همه اون چهره
بشاش و دوست داشتنی و شادابش رو ببینن. یه بار دیگه گریه کنیم، من گریه میکنم. خب بعد با هم میشین و قشنگ گریه میکنیم، خیلی شیک. بریم تماشاگر رو ببینیم. 3 دقیقه 50 ثانیه از برمیگردیم دیگه صحبت پایانی، و این دفعه دیگه ما میتونیم 3 دقیقه بشیم مهدی هم کار کنیم. افتاد من واقعا اولا شرمنده ام، اصلا دوست نداشتم که عشق مهدی رو توی برنامه شما ببینم، و بخوام من یه جوری باعث و بانی خداحافظی مهدی بشم. مهدی همه میشناسیم، هم الگوی اخلاقیه برای فوتبالیستای ما، برای جوانای ما، هم الگوی فنی خیلی خوبیه، و تمام تلاشم هم این بود که یه جوری بتونیم بازی کنه تو تیم ما. بعد از اینکه من اومدم نیم فصل، آقای فردوسی پور بازی با ملوان داشتیم، همه شاهد هستن، دکترای تیم ما هم بودن دیگه، در صورت میتونن تایید کنن. مهدی جزء لیست ما بود، یعنی جزء بازیکنای فیکس ما بود، و قرار بود که بازی با ملوان بره تو زمین، ولی متاسفانه یا آنفولانزای خیلی بدی گرفت و حدود یه هفته فکر کنم تمرین نکرد. بعد از اون اومد دوباره وارد تمرینات شد، دوباره مچش پیچید، دوباره یه هفته طول کشید تا خوب بشه، دوباره اومد تمرینات. بعد دیگه دوی کردان داشتیم، کمرش گرفت، رفت تقریبا فکر میکنم 20 روز یه ماه در اون کمرش مشکل دار شد، و یه مقدار از اون حالت و شرایط مسابقه خیلی دور شده بود. در صورت من میگم شرمندم نسبت به این اتفاقاتی که افتاده، و مهدی رو من از برادرم بیشتر دوست دارم. اگه اینجوری هم نبود واقعا باش اصلا صحبت نمی کردم، چون می دونستم که مهدی اینقدر شخصیتش بالاست که می تونه به صحبتهای من گوش بده، و فقط خواستم شأن شخصی بشه، من این پیشنهاد رو بهش کردم. و همینجا آقای فردوسی پور، من برای اینکه به مهدی و به همه اهالی فوتبال ثابت بشه که واقعا حسن نیت داشتم، قبل از اینکه مهدی بخواد از پرسپولیس بره، من همینجا اعلام میکنم که من از مربیگری در پرسپولیس کنارگیری میکنم، و از آقای رویانی هم میخوام که به فکر یه مربی دیگه باشه. این تصمیم هم فقط برای اینه که ثابت کنم رفاقت من و مهدی خیلی بیشتر از این هست، و فوتبال نمیتونه هیچ وقت بین رفاقت من و مهدی جدایی بندازه، و من همینجا استعفای خودم رو اعلام میکنم. خب خیلی داستان هندی شد اینجا. نمیدونم، ربطی نداره به حال، من فهم میکنم به حال شما تصمیم حالا به قول خودتون فوتبالی گرفتید. حالا نه، من واقعا من اومدم کرمانشاه، خونه مادر خانم و اینا، برادر خانم و اینا، من نشسته بودیم پای برنامه شما، و وقتی مهدی داشت گریه میکرد همه به من نگاه میکردن. من واقعا از خودم بدم اومد آقای فردوسی پور که تو این فوتبال بخوام مثلا دل یه برادرم و دل بهترین دوست فوتبالیمو بخوام بشکنم، و من همونجا تصمیم گرفتم که این تصمیمو گرفتم، و مطمئن باشید که از تصمیم عقب نشینی نخواهم کرد. آخه من چه، این راه حل هم این نیست، من میگم چی میگم مثلا، نه بحث راه حل نیست، من فقط میخوام ثابت کنم به اونایی که دم از رفاقت میزنن، میدونید خیلی آرزوشونه که سرمربی پرسپولیس باشن، ولی من واقعا میگم همینجا اعلام کردم که هیچ وقت رفاقت و فدای فوتبال نمیکنم. من فهمی چیه، من یحیی من فهمی کنم این تصمیم الان احساسیه، یعنی بقول نمیدونم حالا احساسی میذارید اسمشو، غیر منطقی میذارید. خانم شاید تیم هستیم به حال توی شرایطی که رسیده به نیمه نهایی جام حذفی، تعطیلات نوروزی در پیش هست، نمیدونم، من فهمی کنم تصمیمی کنم تصمیم احساسیه. شاید میگم همه مردم صداقت شما رو هم به قبوله، شاید
ای کاش برمیگشتیم به 23 24 اسفند مثلا، حالا بازیکن تماس نمیگرفت، یا میگم اون راضی بود با اون 10 15 دقیقه بازی کردن، مهدی راضی بود مثلا، میگم گفتم ولی جای مثلا چرا فشنگچی مهدی میومد تو اتفاق نمی افتاد، پرسپولیس فوش میباخت بازی. من این کارو کردم فقط به خاطر رفاقتم، من نمیدونم. آره اما خب این بهتر بود، نمیدونم خود مهدی، ببین خود مهدی راضی بوده به همین، آقا می‌خواد دو سه ماه دیگه باشه بعد خدافظی کنه. خود مهدی راضی بوده ولی من راضی نبودم. خب راضی نبوده، من میگم آقا مهدی رو مثلا دقیقه 45 میفرستید تو، فوقش مثلا آقا جان شما به جای اینکه به راهن یک هیچ ببازید مثلا دو هیچ میباختید مثلا، یعنی روشه بهتری بود مثلا قضیه. ببین شما من میگم شما نه دارید احساسی صحبت میکنید، و اینکه مثلا ما یک هیچمون بشه دو هیچ، اینا صحبت زیاد. آخه میگم مهدی نیم فصل اول که بازی که خودت یحیی خودت هم بودی تو تیم پرسپولیس، تیم جوزه مهدی مگه بعد، یعنی نمیگم فوق العاده بود، بی‌نظیر، نه اصلا، اما جوزه اون بازیکن، جوزه بازیکن خوب بود دیگه، آقا مثلا جوزه اون تو اون تیم جوزه بازیکن خوب اون تیم بود، یعنی مثلا خیلی اینجوری نبود که مثلا مهدی اینجا باشه، چه می‌دونم مثلا خانزاده اینجا باشه، یعنی اینا سه تا مسئولیت داشت که واقعا اینو عقب انداخت. آره خب اما مثلا میشه زمان داد آقا مثلا، ولی من میتونستم این کارو بکنم، منم قبول دارم حرفتونو، ولی این حرکت من باعث میشد که خودم ناراحت بشم، یعنی به خاطر اون علاقه که به مهدی داشتم و اون رفاقت اون دوست داشتم این حالتا رو ببینم، اصلا صحنه‌های خوبی نبود برای من. شاید برای دنیزی، نمیدونم در مورد دنیزی آقا مهدی صحبت کرد که یه دقیقه بردش تو زمین بعدش اومد بغل کرد، خب من واقعا نمیخواستم یه همچین اتفاقاتی بیفته. من بعد از بازی چجوری تو روی مهدی نگاه کنم که مثلا 45 دقیقه گرم کرده یا 10 دقیقه یا 2 دقیقه فرستادمش تو زمین؟ خب برای خودم هم سخت بود و من به خاطر این باز صحبت کردم. مثلا حالا مهدی خودش میدونه اصلا قرار نبود این مسئله رسانه‌ای هم بشه، و حتی باهاش صحبت کردم گفتم اگه مهدی میخوای رسانه‌ای هم بکنی، میخوام نمیخوام مثلا یه جوری باشه که مثلا بگم فلانی باعث شد که مهدی از فوتبال کناری، یه جوری بگو که مثلا بگو به خاطر کمر دردم، ولی حالا ببین مهدی طاقت نبرد قبل از مسابقه هم اینو رسانه که حالا ایبی نداره، در صورت اتفاق افتاده، ولی من یه تصمیم بزرگی گرفتم و فقط میخوام به مهدی و به هوادارا و به طرفدارای پرسپولیس ثابت کنم که واقعا من مهدی رو میگم برادر، آخه میگم راه بهتر وجود داره آقای یحیی خان، من میگم واسه اون قضیه همین شأن مهدی و خدا بزه مهدی، میگم راه بهتری بود که حالا شاید میگم شما حسن نیت داشتی، حالا صحبت میکنید شاید مردم هم به حال صحبت شما شنیدن، یه سریشون حتما حقو به شما میدن که شما حسن نیت داشتی، ولی من میگم راه بهتری وجود داشت و الان میگم تصمیم شما یک تصمیم کاملا احساسی، اگه نخوام بگیم غیر منطقی، چون الان به حال خود مطمئنا خود مهدی هم اصلا الان راضی نیست که هم شما تصمیم بگیرید چی میشه، پرسپولیس و هواداراش بی تک بی سرانجام بمونن، مربی نداشته باشن، بالا سرشون نباشه، پس حالا برن جام آسیا هم ببازن، اونم مهدی هم رسیدن به اون آرزوش دور میشه، یعنی این تصمیم هم من فکر می‌کنم شما باید فکر کنید، حالا تصمیم احساسی نه به نفع نه مهدی دلش خوش میشه، آن دیدی ما مثلا رفت اون اینجوری آدم نیست، اینجوری آدمی هم نیست آخه، یعنی اون به هر حال ببین به هر حال خواه نخواه این برنامه شما آقای فردوسی پور، خب خیلی از هوادارا الان، خب مهدی بازیکن محبوب، فکر کنم دومین بازیکن محبوب جهان شد، برای تو دل همه ایرانی ها جا داره، تو دل همه دوستدارای فوتبال جا داره، و من اینجا یه جوری مثلا شدم مثلا آدم بده، و فقط برای اینکه ثابت کنم من اون آدم بده نیستم این تصمیم رو گرفتم. نه نه آخه اصلا بس الان شما صحبت اومدی صحبت کردی و معلوم شد حداقل اونجوری که شاید خیلی تو ذهنت، چون اونجوری آدم یعنی آدم بده اصلا نبودی تو این قضیه، شما حالا نیتت خیر بوده، شاید روش به حال اجرای نیتت اونجوری که مثلا مهدی فکر می‌کرده نبوده، یعنی دلخوری به حال شما چه بری کنار چه نری کنار اون دلخوری تو دل مهدی میمونه، ولی خب نه اون آدم کینه‌ایه که بخواد مثلا دیگه نه اون دلش خوش میشه یا هوادارا مثلا میگه آ دیدی چه خوبش، یعنی من فکر می‌کنم این باید تصمیم گرفته بشه که هم به حال به خصوص الان شما در قبال هواداران پرسپولیس به حال شما اومدی تیم از بحران نجات دادی، آمارت هم خوب بوده، یه باخت داشتی تو این همه بازی که داشتی، تیم درب داغونی که جوزه داشت و به تیم سرپا تبدیل کردی که به حال حداقل تو جام حذفی مدعیه،
و من فهمی کنم حالا بعد یکم با تدبیر بیشتر با منطق بیشتر به این قضیه شما نگاه کنید، حالا حالا تصمیمم که میگیری به نفع پرسپولیس باشه و مطمئنا حالا این به حال به قول خود مهدی بعد میرفت سه ماه دیگه، حالا دو ماه سه ماه شما تعجیل انداختی در واقع خداحافظیشو که حالا شاید بهتر بود این اتفاق رخ نمیداد، به حال شده دیگه، کارش هم نمیشه کرد، نه مهدی هست تصمیمش برمیگرده نه اینکه رفتن شما چیزی رو حل میکنه. خیلی ممنون آقای گلمحمدی، ان شاء الله تعطیلات نوروزی هم به شما در کرمانشاه خوش بگذره.